سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، خیلی خوشحالم خدمت هستم. میدونم که موضوعات متنوعی رو تا الان در مورد صحبت شده و امیدوارم که حالا این زاویه دیدی هم که ما امروز داریم در مورد داده ها توی فرآیند تصمیم گیری و کلا توی کسب و کارها، شاید توی یک ساعت یک ساعت و نیم خیلی امکان به ما نده که بخوایم خیلی وارد جزئیات بشیم، ولی امیدوارم که این شرایط رو ایجاد بکنه که دوستان یک سری سررشته هایی رو بگیرن و در موردش بعدا بیشتر تحقیق کنن و یاد بگیرن. قطعا موضوع مثل هر موضوع دیگه ای توی این حوزه هم خیلی زیاده و مستلزم اینه که دوستان خودشون بیشتر فکر بکنن، بیشتر بخونن و مطالعه بکنن و مهمتر از همه اینکه تو تجربه و در عمل استفاده بکنن. من تصمیم گرفتم که با موضوع تحلیل داده به طور خاص خدمتتون باشم و سعی بکنم نکاتی رو که به نظر میاد توی تصمیم گیری های کسب و کاری و استفاده از داده ها لازمه تا به گوش یک فردی که میخواد این کار انجام بده بخوره رو خدمتتون بیارم. ما احتمالا هممون این جمله رو شنیدیم و هممون هم نسبت به این قضیه آگاه هستیم که خیلی موقع ها ما اگر بخوایم یک تصمیم گیری بهینه انجام بدیم نیاز داریم به داده ها در مورد سوابق اون موضوعی که داریم در موردش تصمیم گیری میکنیم. من 4 تا حوزه رو میخوام سریع در موردش با هم صحبت بکنیم و با هم یه مرور بکنیم، یه اینترودکشن داشته باشیم توی این 4 تا حوزه. کسب و کار که احتمالاً خیلی هم واردش نمیشیم و خیلی هممون خوب میشناسیم چنین چی. در مورد داده صحبت بکنیم که اصلا داده از منظر کسب و کار چیه و به چه چیزی میگن داده، و بعد در مورد تحلیل داده صحبت بکنیم، اینکه این داده ها رو ما چجوری میخوایم توی تصمیم گیری های کسب و کاریمون استفاده بکنیم، و نهایتاً در ذیل بحث تحلیل میخوام در مورد سنجه ها یا اون چیزی که حالا خیلیامون به اسم متریک، شاخص، مقیاس یا هر چیز دیگه میشناسیم هم یه اشاره‌ای بکنم و در مورد این قضیه هم صحبت بکنم، چون توی بحث تحلیل داده های کسب و کار خیلی با سنجه ها و متریک ها کار داریم. یه اینتروداکشن در مورد سنجه ها و نحوه به کارگیری و نحوه استفاده اونها توی تصمیم گیری ان شاء الله سعی می‌کنیم که با هم دیگه داشته باشیم. در مورد کسب و کار من خیلی نمیخوام وارد جزئیات بشم، یه مقدار فقط دوست دارم که فضای ارائه یک مقدار غیر آکادمیک بشه. اگر حالا شاید موضوعاتی توی این دوره بوده که بعضا جلساتی بوده که آکادمیک بوده، دوست داشتم که یک بار با هم دیگه مفهوم کسب و کار رو مرور بکنیم. و علت اینم که دوست دارم در موردش صحبت بکنیم چون که فکر میکنم ذهنیت یک مدیر مارکتینگ، یک مدیر کسب و کار، یک کسی که توی یک کسب و کاری داره تلاش میکنه برای رشدش، در مورد اینکه کسب و کار چیه روی همه چی تاثیر میذاره، حتی در مورد استفاده از داده ها و تحلیل داده ها. تعاریف خیلی زیادی هست، قطعا اگر جلسه حضوری بود من دوست داشتم که با هم دیگه در مورد این قضیه دیالوگ داشته باشیم و نظرات بقیه هم داشته باشیم. قطعا این نیست که بگیم یک تعریف وجود داره بقیه تعاریف اشتباه هستن، ولی من همیشه دوست داشتم که به تعریف پیتر دراکر که احتمالاً خیلیاتون میشناسید، میگن پدر علم مدیریت مدرن میشه بهش گفت، اشاره بکنم که توی اون داره به مفهومی مثل خلق مشتری اشاره میکنه و یک کسب و کار رو یک سازمانی میدونه که یک هدف داره و اونم اینه که یک مشتری رو خلق بکنه. اینکه این مشتری از فرایند شناسایی نیازش تا برآوردن نیازش و خوشحال کردن مشتری داخل این کسب و کار اتفاق میفته. این از نظر من هم تعریف بسیار جامعیه برای کسب و کار. بحثش هم خیلی مفصله، من دوستان رو ارجاع میدم که برن بحثایی که دراکر در مورد این قضیه داشته رو مطالعه بکنن، چون که خیلی مهمه که ما بدونیم هدفمون چیه از کسب و کار و بعد همه کاراشو بکنیم، من جمله این که از داده هاش برای تحلیل و برای تصمیم گیری استفاده بکنیم. وقتی شما بگید که کسب و کار، احتمالاً چیزی که معمول توی ذهن همه ماها اینه که کسب و کار فقط یک هدف داره و اون هم هدف وال استریتیه، یعنی خلق سود برای سهامداراش، تمام ذهنیت تمام کسایی که تو این کسب و کار کار میکنن میره به سمت اینکه سود درست بشه و حتی در زمینه سنجیدن و تحلیل داده هاش. یعنی چی؟ حالا ما جلوتر صحبت میکنیم در مورد سنجه ها. وقتی که ما هدف یک کسب و کار رو همه شرکت بدونی که آقا سود باید ماکسیمایز بشه، بیشترین مقدار ممکن سود باید به دست بیاد، طبیعیه که تمام تحلیل هامون، من با بقیه چیزا کاری ندارم، با توسعه محصول، با مارکتینگ، با پی آر، با برندینگ، اصلا با اینا کاری ندارم، اینا جای خودشون هستن، من دارم در مورد تحلیل داده صحبت میکنم. کسایی که مهندسی کامپیوتر خوندن یا به طور خاص هوش مصنوعی خوندن میدونن که ما وقتی یک تابع بهینه‌سازی داریم میگیم یک متغیر رو میدیم بهش، میگیم آقا اینو ماکسیمایز بکن. و
وقتی که تا این تابع سود باشه متغیر اصلیش، یعنی تابع کسب و کار سود متغیر اصلیش باشه و ما به این کسب و کار بگیم که این سود رو ماکسیمایز بکن، طبیعیه که همه فکر و ذکر تمام شرکت میره به سمت ماکسیمایز کردن سود. و به طور خاص در مورد تحلیل داده ها همینطوره، یعنی ما میریم سراغ داده ها که یا تعریف سنجه ها یا مکانیزم های تصمیم گیری داده محوری که همشون هدفشون ماکسیمایز کردن سوده، در حالی که این یک اشتباه ذهنیت مدیره، یک خطای شناختیه. کسب و کار هدفش وقتی خلق مشتری باشه و بهینه سازی فرآیند خلق مشتری، اون وقت ما توی مرحله تحلیلش هم، حالا بقیه مراحل باز من کاری ندارم چون موضوع بحثمون نیست، میریم سراغ تعریف سنجه هاست، تعریف چارچوب های تحلیلی که خلق مشتری رو تقویت بکنه. یعنی اگر جایی ما نیاز داریم که مشتری راضی بشه ولی ما سود نکنیم، چون رضایت مشتری بر اساس بهینه‌سازی خلق مشتری، ما متریک هایی رو تعریف میکنیم مثلا NPS که رضایت مشتری رو ماکسیمایز بکنه. قطعا همه اینا باید در یک راستا باشه، شکی تو این قضیه. ولی هدف من از آوردن فقط این یک پاراگراف در مورد کسب و کار توی این ارائه این بود که ذهنیتمون رو به عنوان کسایی که توی کسب و کارها داریم کار میکنیم، به عنوان مدیر کسب و کار، مدیر مارکتینگ، نیروی مارکتینگ، نیروی توسعه، نیروی محصول، همیشه باید حول محور خلق مشتری، از لحظه کشف احساس نیاز تا لحظه رضایت و خوشحالی و شاید حتی ترک بیزینس، یعنی این چرخه رو به طور کامل باید ما مانیتور بکنیم. و در ادامه هم میگه که حالا وظیفه اصلی هر کسب و کار اینه که مارکتینگ درست داشته باشه، بازاریابی به معنای عامش، نه به معنای خاصی که ما شاید توی ایران خیلی باهاش مواجه هستیم از بازاریابی، مثل فروش، مثل تبلیغات و اینجور چیزا. بازاریابی یا مارکتینگ به معنای عامش یعنی به معنای ایجاد یک مارکت و حفظ یک مارکت و رشد یک مارکت و نوآوری. در ادامه بحث کسب و کار، خب قطعا ما کسب و کار دیجیتالی داریم، تمام هدف همونه، تمام ساختار اونه، ولی ما وقتی داریم در مورد کسب و کارهای دیجیتالی صحبت میکنیم، داریم در مورد خلق دیجیتالی مشتری صحبت میکنیم، یعنی خلق از روشهای دیجیتالی و حفظ مشتری، و از اون طرف بازاریابی دیجیتالی باید انجام بدیم و نوآوری دیجیتالی انجام بدیم. تعریف ما از دیجیتال هم اینجا یک معنای عامه، یعنی تمام امکاناتی که فناوریهای اطلاعاتی، ارتباطی، دیجیتالی به ما میدن برای اینکه بتونیم کسب و کارمون رو رشد بدیم و از فرصت‌هاش استفاده بکنیم. در همین حد برای من کافیه تو این دمد کسب و کار صحبت کردن. بریم سراغ این که ببینیم داده چیه. طبیعتاً مثل کسب و کار هممون میدونیم داده چیه، ولی شاید بد نیست که یک مقدار تعاریفمون رو هم ابتدای کار یکی بکنیم، گرچه شاید در موردش توی ارائه های دیگه هم صحبت کرد. داده خیلی تعریف ساده ای داره از نظر من. هر مقداری که بشه بشمریمش یا اندازه بگیریمش و مقید به زمان باشه، در رابطه با یک رویداد رو ما توی کسب و کار میگیم بهش داده. هر چیزی که این سه تا ویژگی رو نداشته باشه انقدر ارزش نداره که توی کسب و کار ما بخوایم در موردش صحبت بکنیم یا بهش فکر بکنیم. و بدیهی هم هست تقریبا، یعنی شما هر چی فکر کنید اگر داده ای مقدار داشته باشه ولی زمان نداشته باشه به هیچ دردی نمیخوره راستش رو بخواید، یعنی زمانی که اون داده ثبت شده، کپچر شده. اینایی که میگم خیلی ساده، شاید خیلی تعریفی به نظرتون بیاد، ولی واقعیت اینه که توی خیلی کسب و کارها ما اینو داریم. ما مثلا ایونت هایی داریم، رپورت هایی رو داریم که دیتا ها ثبت شدن ولی تایم استمپشون اصطلاحا ثبت نشده. شاید اون لحظه که داشتن این کار دیتابیس رو طراحی میکردن فکر نمیکردن که زمان اون رویداد یک زمانی باید مهم باشه، ولی نرم اینه و هممون میدونیم که معمولا باید ما رکورد ها رو بس زمان. یا اینکه اگر ما چیزی رو نتونیم بشموریم، نتونیم اندازه بگیریم، قطعا نمیتونیم بهش بگیم داده. رضایت مشتری یه متریک خیلی مهمه، ولی وقتی من میگم رضایت مشتری یه متریک خیلی مهمه، دارم در مورد کمی شدن یک سنجه کیفی صحبت میکنم. رضایت یک سنجه کاملا کیفیه، ولی ما با روش هایی میاییم اینو چکار میکنیم؟ کمیش میکنیم. و نکته مهمی دیگه رویداد یا ایونت ها هستن که توی کسب و کارها متفاوتن، که حالا جلوتر صحبت میکنیم. این رویدادها کجا اتفاق میفتن؟ این ایونت ها کجاست؟ باز برگردیم به یک کسب و کار. شما یک کسب و کاری دارید، یک سری اپریشن دارید، یک سری فروش دارید، یک اتفاقایی براتون توی بازار میفته و همه اینها شروع میکنن برای تولید داده و
شما اگر بخواید یک ذهنیت داده محور که کسب و کارتون داشته باشید، باید برای تمام این داده ها نسبت به تمام این داده ها حساس باشید و نسبت به ثبت و ذخیره و بازیابی اونها اقدام بکنید. منبع اولیه این ایونت هایی که اتفاق میفته و ازشون داده تولید میشه و ما باید اونها رو بگیریم و ذخیرش بکنیم، اپریشن داخلی کسب و کار ماست که شامل محصول و فرایندهای ما میشه. یعنی یه وقت هست ما یک محصولی داریم که کاربرها واردش میشن توی اپش یا توی سایتش و کلی فعالیت انجام میدن، داخل محصول داره اتفاقاتی میفته. یک وقت هست ما فرایندهای لوجستیکی داریم که اون پشت داره سفارش ها رو ثبت میکنه، پردازش میکنه، سفارش ها رو میرسونه، بحث های انبارداری اونجا داره چه اتفاقی میفته، حتی تا بخش های مرتبط با استخدام و ترک کار نیروی انسانی. اینا همه ایونت هایی هستن که داخل یک شرکت صورت میگیره و ما این داده ها رو خوبه که نگه داریم. اگر مثلا فرایند استخدام ما توی واحد پشتیبانی مشتریان داده هاشو داشته باشیم، میتونیم ببینیم آیا هیچ همبستگی یا کورلیشنی بین روند استخدام توی واحد پشتیبانی با رضایت مشتری ها وجود داره یا نه، و این داده ها رو اگر نداشته باشیم، کپچر نکرده باشیم، طبیعیه که نمیتونیم اینا رو تحلیل بکنیم و ازشون برای تصمیم گیری استفاده بکنیم. لول دوم یا سطح دومی که ایونت ها اتفاق میفتن و ما داده ها رو از توش در میاریم، اونجاییه که ما کل کسب و کار رو به عنوان یک خدمت، به عنوان یک سرویس در اختیار مشتریانمون قرار میدیم و مشتری ها خرید انجام میدن، مشتری ها از خدمات پس از فروش ما استفاده میکنن، مشتری ها در مورد ما توی سوشال مدیا یا جاهای مختلف صحبت میکنن، درست خارج از کسب و کار ما، ولی وقتی در مورد ما دارن صحبت میکنن، دارن در مورد سرویس ما صحبت میکنن. ایونت هایی هستن که میتونیم ازشون داده ها رو کپچر بکنیم. ما فعلا داریم در مورد گرفتن داده ها و ذخیره اونها داریم صحبت میکنیم. طبیعیه که شما وقتی یک فیچر جدید، یک ویژگی، یک کارکرد جدید رو توی محصولتون لانچ میکنید و بعد از یه مدتی میرید تحلیل احساسات میکنید توی شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر، اینستاگرام یا حالا جاهای مختلف در مورد سرویستون، میتونید این تحلیل رو انجام بدید که آیا مشتری‌ها از این فیچر راضی بودن، مشکلاتشون برطرف شده یا نه. گرچه ما روش‌های دیگه تحلیلی رو هم داریم که بتونیم همچین چیزی رو در بیاریم و از مشتری‌ها بسنجیم و این فقط تنها راهش نیست، ولی یکی از راه‌هاش هم همین. لول بعدی که کل کسب و کار ما توش قرار گرفته، محیط و بازاره. و اینجا هم ایونت های اتفاق میفتن که ما خوب این داده ها رو جمع بکنیم، کپچر بکنیم و توی تحلیل ها اون ازش استفاده بکنیم. مثل اتفاقایی که برای رقبا میفته، اتفاقایی که برای محصول رقبا یا فیچرهای جدیدی که برای رقبا در واقع توی محصولاتشون ایجاد میکنن، مثل بازارهای جدیدی که ایجاد میشه، مثل اتفاقات یا تصمیمات سیاسی اقتصادی که گرفته میشه، همه اینها باز دوباره ایونت هایی هستن که این داده ها رو تولید میکنن. و من همیشه میگم مثل این فیلم ماتریکس که اون صحنه معروفش که گلوله ها به سمت نقش اول نیو اگه اشتباه نکنم اسمش شلیک میشه و شما مواجه میشید با کلی گلوله که دارن به سمتتون میرن. اینا داده هایی هستن که به سمتتون میان و نمیخوام خیلی تمثیلیش بکنم، ولی واقعیتش اینه که اگر اینا رو مدیریت نکنید، کنترل نکنید، یا زخمتون میکنن یا بالاخره رد میشن و از شما عبور میکنن و شما دیگه هیچ وقت بهشون دسترسی ندارید. این سه تا حوزه، عملیات، سرویس، محیط، مثال های خیلی زیادی حالا هست، من در حالی که داشتم توضیح دادم دیگه گفتم و مهم هم نیست که الان بخواید اینا رو حفظ کنید یا یادتون بمونه یا چی. مسئله اینه که هر در واقع داده‌ای ممکنه واقعا یه روزی به دردتون بخوره و اگر اطمینان نداریم از این که نگهداری این داده کار بیخودیه و بیهوده‌ایه، خوبه که نگهش داریم. ما در حال حاضر از نظر فناوری و فناوری‌های زیرساختی امکانات بسیار خوبی برای ذخیره حجم زیاد داده‌ها و بازیابی اونها داریم. اکثر کسب و کارهایی که توی دنیا وجود دارن اینقدر داده زیاد ندارن که بگن آقا ما جاشو نداریم، نمیتونیم مدیریت بکنیم و و و خیلی چیزای دیگه. اکثر کسب و کارها این امکان رو دارن که علاوه بر داده‌های صریح و مستقیم خودشون، بقیه داده‌ها رو هم جمع‌آوری بکنن، ذخیره بکنن و ازشون بعداً بتونن استفاده بکنن. گرچه
این کار معمولا شاید معمول نباشه و یه دلیل عمدش هم اینه که خیلی از کسب و کارها حداقل اینو از این لحاظ میگم که من چون با خیلی هاشون کار کردم، مشاوره دادم، از بزرگانشون تا کوچیکشون، مسئلهشون اینه که میگن این داده رو به ما میخوان چیکار، به دردمون نمیخوره. و وقتی که شما داده ای ندارید یا ذخیره نمیکنید سابقه داده ها رو، بعداً دسترسی نخواهید داشت به اون سابقه داده و کلی امکان و ظرفیت تحلیلی رو از شما میگیره. بنابراین من توصیه‌ام اینه که واقعا نسبت به کپچر کردن دیتاها، قطعا در لول اول کپچر کردن دیتاهای اپریشنال کسب و کارتون، در درجه دوم سرویستون که در تعامل با مشتری به دست میاد، و در درجه سوم داده های محیطتون حساس باشید و نسبت بهش اگر هزینه غیر قابل پرداختی براتون نداره، نسبت به هزینه کردن برای این زیرساخت اقدام بکنید. داده ها چه شکلی هن؟ یعنی یک بار در مورد این قضیه با هم صحبت بکنیم، چون این هم خیلی نکته مهمیه. ما وقتی در داده ها صحبت میکنیم، خیلی های همچین چیزی به ذهنشون میاد، مجموعی از نمودارها، دیاگرام ها، نمودارهای ستونی، خطی و خیلی چیزهای دیگه، ولی اینها داده نیستن. خیلی بدیهیه ولی من متاسفانه باید بگم داده ها معمولا این شکلی هم. اگر ببینید داده ها معمولا یک سری ردیف هن، یک سری ستون هن، که هر ردیف مربوط به یک ایونت میشه. معمولا این داده ها بعضا کدهای خیلی ناخوانایی دارن، بعضا خیلی مشخص هن. کسایی که دیتابیس کار کردن با مفهوم دیتابیس آشنا هستن، قطعا الان میتونن برن چایشون رو بخورن، چون من میدونم که اینا رو خیلی باش آشنا هستن. ولی وقتی در به داده ها صحبت میکنیم، در مورد یک حجم بسیار زمخت، بسیار لخت و بسیار خامی از یک سری کاراکتر و رکورد صحبت میکنیم که وظیفه دیتا آنالیست اینه که با اینا ورداره و اینها رو تبدیل بکنه به اون چیزی که توی شرکت نیازه. و در بخصوص اینم هم باید بدونیم که الان با بحث کلان داده ها یا داده های حجم، بیگ دیتا، هر چیزی که میشه ترجمهش کرد، مواجه هستیم. داده های حجم بسیار پیچیده تر از یک ساختار داده ساده ای مثل اینی که اینجا میبینید هستن. این یک تیبل دیتابیسی که توی یک فایل متنی CSV هم قابل ذخیره هست، ولی وقتی در مورد حجم داده های بالا صحبت میکنیم، در مورد فرمت های پیچیده، در مورد روش زیرساخت های ذخیره سازی و چیزهای مختلف صحبت میکنیم، شتاب بالایی